خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام قیام ملی سی تیر در حمایت از نهضت ضد استعماری و ضد دیکتاتوری شاه به رهبری دکتر محمد مصدق و به نام قیام 30 خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی برای سرنگونی خمینی و سلطنت مطلقه شیخ به رهبری مسعود رجوی، که تظاهرات امروز ما هم شعله ای از همان آتش های فروزان قیام و آزادی است. بله، در قله 4 دهه وفا و پایداری و جانفشانی بی وقفه برای آزادی، ما در پاسخ به فرمان آماده باش مسعود در دوران سرنگونی گرد آمده ایم و حاضر می گوییم. حاضر! 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 اما این سیاست و مشی سرنگونی چیست که برای هم جبهگان خامنه‌ای و روحانی در داخل و خارج کشور و برای همدستان دشمن و خائنان به ملت و مقاومت و برای مماشاتگران و غارتگران نفت و اهل معامله و مذاکره با قاتلان و برای شبکه خبرنگاران دوست آخوندها اینقدر تلخ و گزنده است و اینقدر تلاش میکنند تا آن را با انواع ترفندها بپوشانند و مثل همان نهضت مصدق تخطئه کنند و مارک بزنند و شیطان سازی کنند. سرنگونی رژیم آخوندی و آمادگی برای آن برترین حقیقت سیاسی برای مشتاقان و رزمندگان آزادی و همه مردم ایران است که در چنگال ضحاکان امامدار و پاسدار گرفتارند و برترین حقیقت سیاسی و مبرمترین وظیفه برای کاوه ها و رزمندگان آزادی است. از همان فردای قیام 30 خرداد که آخوندها خواهران دانش آموز ما را بدون احراز هویت اعدام کردند تا سلسله نبردهای شهری و نبردهای منظم ارتش آزادی از درهم شکستن طلسم جنگ ضد میهنی توسط ارتش آزادی تا حماسه کبیر فروغ جاویدان و سالهای پایداری پرشکوه در اشرف و لیبرتی، از قیام سراسری دیماه تا خیزش ها و شهرها و کانون های شورشی تا سلسله تظاهرات جهانی و سلسله گرد همایی های ایران آزاد و تظاهرات امروز ما در همین جا. بله، این ایران است که با آماده باش دوران سرنگونی پاسخ میگوید و برای تحقق آن از دل و جان حاضر حاضر میگوید. بله بله، این حقیقت برتر سیاسی، این حقیقت ضروری سرنگونی امروز فقط صدای مردم ایران نیست، بلکه حقیقت برتری است که در سیاست جهان نیز تنین انداخته است. بگذارید از یک روزنامه آمریکایی براتون بخونم که 4 روز پیش نوشته بود، واشنگتن تایمز 16 ژوئیه: چیزی این هفته در آلبانی تغییر کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران برای دهها به خاطر یک بسیج سازمان یافته و مؤثر اطلاعات گمراه کننده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران و به خاطر مماشات رؤسای جمهور آمریکا با ملایان و به خاطر به دست آوردن توافقی با میان روها در ایران که وجود خارجی ندارند شیطان سازی شدند و در دولت اوباما اجازه داده شد آنها توسط نیروهای عراقی تحت کنترل رژیم ایران تا مرز نابودی بروند. آنها طی این مدت تروریست، فرقه، غیر مؤثر و برای جهان خطرناک خوانده شدند. اما هفته گذشته همه چیز تغییر کرد. طی یک گردهمایی بزرگ
شامل سیاست مداران و مدعوین از سراسر جهان که چندین روز به کمپ اشرف سه در خارج تیرانا سرازیر شدند، تلسم شکسته شد و مرکز جغرافیایی مقاومت جهانی علیه رژیم جنایتکار ایران متولد و برقرار گردید. بله بله، تظاهرات شما در اینجا بخشی از همین کارزار میهنی و جهانی است برای اثبات و تحقق سرنگونی فاشیسم مذهبی که امروز جهان در اعتلای مقاومت ایران و در بنبست مرگبار آخوندهای وحشی حقیقت آن را به چشم می‌بیند. در چهره رژیمی وحشی که در باتلاق بحران‌ها سر به سنگ می‌کوبد، در دریای خزر وطن فروشی می‌کند، در دریای عمان کشتی می‌دزدد و آماده باشه مرحله سرنگونی به معنای بزیر کشیدن این دیکتاتوری تروریستی است. این تنها راه رهایی ایران و جهان از خطر دوران، یعنی بنیادگرایی و تروریسم برخواسته از آن است. بعد از فروغ جاویدان، مسعود در نیایشی تکان دهنده گفت: خدایا به تاریخ بگو که خون جاودان فروغهای ما را مپوشاند. امروز این تاریخ است که به ندای مسعود و به حقانیت راه و آرمان مسعود پاسخ میگوید و گواهی میدهد که خون شهیدانمان و رنج اسیرانمان در پیروزی آزادی و سرنگونی استبداد مذهبی گره خورده است. خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان در تو گره میخورد، رجوی قهرمان. این مقاومت ظفرمند به جامعه جهانی میگوییم: در نبرد با تروریسم و جنگ افروزی آخوندها در سمت درست تاریخ و در کنار مردم و مقاومت ایران قرار بگیرید. از امداد رسانی با آخوندها خودداری کنید. مزدوران دیکتاتوری تروریستی را اخراج کنید. قضا دادن به تمساح و مار پروراندن در آستین با نگهداری از مزدوران تروریست آخوندها در کشورهای اروپایی برای هیچ کس سودی ندارد. و کلام آخر، به عنوان یک مجاهد خلق با آخوندهای ضد بشر و ضد ایران و ضد اسلام، از زبان قرآن و از کلام خدا میگویم: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ستمگاران خیلی زود خواهند دانست که در چه کیفرگاهی سرنگون خواهند شد. پیروز باشید.